فرمانده سنتکام، رژیم ایران در واکنش به افزایش نیروهای نظامی آمریکا آرایش خود را تغییر داده است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از عموم مراجع مدافع حقوق زنان خواست سیاست‌های سرکوبگرانه و زنستیزانه رژیم آخوندها را محکوم کنند. جان بولتون: رژیم ایران اگر در اراده ما تردید کند اشتباه احمقانه ای مرتکب خواهد شد. جنرال مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام، گفت رژیم ایران بعد از آماده‌سازی‌هایی که ظاهراً برای حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس کرده بود، عقب نشینی کرده است، اما مطمئن نیستم که آنها استراتژیک عقب بکشند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با مخابره این خبر افزود فرمانده سنتکام همچنان از پتانسیل رژیم ایران برای تجاوز نگران است و درخواست نیروهای افزوده برای تقویت دفاع علیه موشک‌های رژیم ایران یا سایر تسلیحات را منتفی نمی‌داند. وی گفت: من عملاً معتقد نیستم که این تهدید برطرف شده است. معتقدم تهدید بسیار واقعی است. به گزارش سایت نشنال امارات، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت: ما گام‌های نظامی برداشتیم نه به خاطر آنکه خواستار جنگ هستیم، بلکه دقیقاً به خاطر آنکه خواستار اجتناب از آن می‌باشیم. ما خواستار ایجاد یک ساختار بازدارندگی هستیم، به گونه ای که رژیم ایران را متقاعد کند دنبال کردن این مسیر برایشان خطرناک است. رژیم ایران اگر در اراده ما تردید کند اشتباه احمقانه ای مرتکب خواهد شد. در زمان باراک اوباما رژیم ایران احساس می‌کرد ما را در جیب خود دارد، بنابراین از ما نمی‌ترسید. اکنون آنها باید نگران باشند. اگر کاری انجام دهند بهای آن را خواهند پرداخت. رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از گسترش خیزش‌ها و اعتراضات مردمی، تدابیر سرکوبگرانه بیشتری را علیه زنان شریف و آزاده تحت عناوین آخوند ساخته مانند بدحجابی اعمال می‌کند. سرکرده سپاه گیلان در یک اقدام سرکوبگرانه از تشکیل 2000 گروه تذکر لسانی و عملی خبر داد و گفت: مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشور است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه از کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق زنان خواست سیاست‌های سرکوبگرانه و زنستیزانه رژیم آخوندها را محکوم کرده و از زنان ایرانی که برای آزادی و برابری مبارزه می‌کنند حمایت کنند. آتش سوزی گسترده که از عصر پنجشنبه در جنگل‌های بهبهان و کوکلویه شروع شده همچنان ادامه دارد. تا کنون بیش از 410 هکتار از جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خاییز در آتش سوخته و خاکستر شده است. فرمانده یکان حفاظت محیط زیست رژیم صبح امروز اعتراف کرد: همچنان در حال پیگیری اعزام یک هلیکوپتر به منطقه هستیم و در حال حاضر با امکانات اولیه در حال خاموش کردن آتش سوزی می باشیم. سخنگوی وزارت خارجه رژیم نسبت به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در دیدار با دونالد ترامپ سوز و گداز کرد و مدعی شد طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها کمکی به حفظ برجام نمی کند، بلکه زمینه بی‌اعتمادی را بیشتر فراهم می سازد. امانوئل ماکرون روز گذشته در مورد رژیم ایران گفت: What do we want to do? First, you want to be sure they don't get nuclear weapon. اول می‌خواهیم اطمینان کسب کنیم به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کنند. دوم، ما می‌خواهیم فعالیت‌های بالستیکی رژیم ایران را کاهش بدهیم. سوم، می‌خواهیم رژیم ایران را به لحاظ منطقه‌ای مهار کنیم و چهارم، می‌خواهیم صلح را در منطقه برقرار کنیم.